بار دیگر در آستانه دو رویداد بزرگ گرد همایی رهبران 20 قدرت اقتصادی جهان یا گروه 20 و دیدار سالانه اعضای اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا یا آسئان قرار داریم و باراک اوباما در واپسین ماهای دوران ریاست جمهوری خود قرار است با فهرستی بلند از برنامه‌هایی که قصد دارد تا پیش از پایان دوران خدمت خود به تحقق برساند و دیدارهای کلیدی که باید صورت بگیرد به این نشست‌ها برود. پروانه هدایت گزارش می‌دهد. هانگجو شهر گردشگران خوش‌سلیقه و علاقه‌مندان به طبیعت در شرق چین یک شنبه و دوشنبه 14 و 15 شهریور قرار است شاهد واپسین دیدار تاریخی رئیس جمهوری آمریکا با رهبران 19 قدرت اقتصادی جهان یا گروه 20 باشد. رویدادی که به گفته تحلیلگران در کارنامه 8 سال ریاست جمهوری آقای اوباما میتواند معیاری برای ارزیابی میزان نفوذ و اقتدار آمریکا در آسیا باشد. آقای اوباما 5 ماه بیشتر فرصت ندارد تا یکی از اهداف سیاست خارجی خود در جهت ایجاد موازنه جدید در شرق آسیا را تحقق بخشد. استراتژی که به گفته تحلیلگران برای آینده امنیت و رفاه آمریکا امری حیاتی خواهد بود. به گفته جکلو وزیر خزانه داری آمریکا، آقای اوباما در این گرد همایی قصد دارد برای آخرین بار به رهبران قدرت‌های اقتصادی جهان توصیه کند به مسائل مردم بیشتر توجه کنند، خشم و نارضایتی آنها را درک کنند، به بهبود اقتصاد جهانی بیاندیشند، سطح زندگی اقشار فقیر و متوسط جامعه را ارتقا دهند و خدمات بانکی را برای همه قابل دسترسی سازند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین امیدوار است در این سفر پیمان تجارت آزاد میان کشورهای دو سوی اقیانوس آرام موسوم به TPP را از تصویب نهایی بگذراند. این پیمان در حال حاضر توسط 11 کشور حاشیه اقیانوس آرام در واقع بدنه محوری این نهاد اقتصادی امضا شده است. بن رودز معاون مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری آمریکا TPP را آزمونی تعیین کننده برای آقای اوباما می‌داند، چون به گفته او بدون TPP گویی آمریکا منطقه را پیشکش چین می‌کند، هرچند TPP در کنگره آمریکا هواداران زیادی ندارد و هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری از دو حزب عمده آمریکا علیه آن حرف می‌زنند. آقای اوباما در گرد همایی گروه 20 موارد زیادی برای صحبت دارد و در حاشیه آن 3 دیدار کلیدی با شی جین پینگ، رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری چین، ترکیه و روسیه خواهد داشت. در دیدار با شی جین پینگ، مسئله حمله های سایبری چین به آمریکا، اختلافات ارضی پکن با همسایگانش در مورد دریای چین جنوبی و تصمیم لاهه در این مورد مطرح خواهد شد. به احتمال زیاد گفتگوهای آقای اوباما و اردوغان به واکنش‌های بعد از کودتای دولت ترکیه، انتقاد آمریکا از برخوردهای سرکوبگرانه و جلب اعتماد و ترمیم روابط دو جانبه اختصاص خواهد داشت و انتظار می‌رود که گفتگوهای آقای اوباما با همتای روسوی به شرق اوکراین و موضع مسکو در برخورد با بحران سوریه و رژیم بشار اسد اختصاص یابد. اما گرد همایی آسئان روز سه‌شنبه و چهارشنبه 16 و 17 شهریور قرار است در لاوس برگزار شود و آقای اوباما اولین رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود که به این کشور سفر می‌کند. پروانه هدایت، صدای آمریکا.